24 آگوست بنیانگذار تلگرام به محض ورود به خاک کشور فرانسه بازداشت شد. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت مهدی صارمی فر است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مهدی، چه اطلاعاتی در مورد بازداشتش داریم؟ بگو تا من دوتا سوال مهمی که ازت دارم رو بپرسم. بله، خب میدونیم که پاول دروف درستی که روسی هست، اما سال هاست که از روسیه خارج شده، مدتی آلمان بود اما بعد مهاجرت کرد به دبی و الان دبی زندگی میکنه، اما در تمام مدتی که از روسیه خارج شده شهروند فرانسه بوده و پاسپورت فرانسوی داشته. به دلیل اینکه به هر حال موقعیتی داره در تلگرام و به هر حال دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی فرانسه میخواستن به اطلاعات کاربران در تلگرام حالا به هر نحوی دسترسی پیدا بکنن و این پاول دروف به هر درستی که بیزینسش کامل خارج از فرانسه است، اما چون شهروند فرانسه هست و فرانسویان نتونسته بودن دسترسی پیدا بکنن به اون خواسته هاشون رو که اعمال بشه در داخل این اپلیکیشن، حالا ایشون رو دستگیر کردن. بعد ببینیم که پرونده چیه. ظاهرا پرونده هایی که وجود داشته و شکایت هایی که وجود داشته از شخص پاول دروف بوده، نه از شخص حقوقی تلگرام. این نکته عجیبیه که در حقیقت به پیچیدگی های این داستان اضافه کرده. آیا یعنی این که بنیانگذار تلگرام هست یک پوششی شده که مثلا یک جنجال رسانه‌ای ایجاد بشه که بخواد اون اتهاماتی که بهش وارد شده یا اون جرم‌هایی رو که مرتکب شده رو بخوان کم رنگ‌تر بکنند؟ ببینید، یه چیزی هست که اون کسی که در حقیقت یک پلتفرمی رو میسازه چقدر در جرائمی که در بستر اون پلتفرم و به واسطه اون پلتفرم انجام میشه سهیمه. خب، و این یک رویه در همه دنیا نیست. در داخل جمهوری اسلامی همه مجرمن و ما میدونیم که مثلا برای یک آگهی خیلی ساده در روی اپلیکیشن دیوار مدیر عامل این شرکت رو برای 10 سال زندان بریدن. یه جایی مثل ایالات متحده اصلا، حالا بعضی ایالت ها در بعضی شرایط خاص کاملا آزادن، طوری که مثلا ما شاهد این بودیم که در پرونده‌ای که چند سال پیش در مورد توییتر برگزار شد، توییتر یعنی FBI خواستار اطلاعاتی از یکی از کاربران بود، توییتر نداد. بعد کیس رو بردن دادگاه، دادگاه کالیفرنیا به نفع FBI، یعنی توجه کنید دادگاه سیستم قضایی آمریکا به نفع FBI پلیس این کشور حکم داد، اما باز هم توییتر اطلاعات رو نداد. اپل و فیسبوک هم اومدن پشتیبانش و گفتن اطلاعات کاربر رو نده و نمیدن و آب هم از آب تکون نخورد. یعنی ما با یک طیفی از رفتار و حکومت‌های مختلف مواجه هستیم که صاحب یک پلتفرم چه مسئولیتی داره در مقابل جرائمی که دیگران توی اپلیکیشنش انجام میدن. این هنوز یک شناخته، یعنی هیچ رفتار متعادل و متناسبی در سراسر دنیا در موردش اعمال نمیشه. اینجا هم خب پاول دروف سر این قضیه دستگیر شده. از دیشب تا حالا که خبر دستگیری و بازداشتش منتشر شد، خیلی ها در ایکس فارسی و در ایکس کلان، در ایکس جهانی، در توییتر سابق دارن صحبت از نقض آزادی بیان میکنن و میگن که بازداشتش نقض آزادی بیان. آیا بازداشتش نقض آزادی بیان هست؟ اصلا تعریف آزادی بیان در سوشال مدیا و در این گونه اپلیکیشن ها چگونه است؟ بله، ببینید، این اتفاقی که افتاده یا این حقیقت حرفی که اینها میزنن روی لبه مرز تعاریف حقوق بشری قرار داره. خب مسئله پاول دروف که آدمیه که ما میتونیم به خاطر اینکه اطلاعات مشتریاشو نمیخواست به دولت پوتین بده، از در یک تبعید ناخواسته از روسیه وجود داره. سال 96 و 97 به خصوص در اردیبهشت 97 که با جمهوری اسلامی داشت مذاکره میکرد برای انتقال CDN هاش به داخل ایران، به دلیل چیزی که بعدها اعلام شد خواسته های حکومت جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات کاربران ایرانی، کلن مذاکرات رو قطع کرد و از اون طرف هم جمهوری اسلامی تلگرام رو فیلتر کرد، در حالی که تلگرام مهمترین وسیله ارتباطی ایرانیان هست و حکومت جمهوری اسلامی میتونست
تعامل داشته باشه. خیلی سیستم های داخل جمهوری اسلامی که بیشتر اقتصادی هستن مثل اپراتورها میتونستن با همکاری با تلگرام به درآمدهای خیلی عظیم‌تری دسترسی پیدا کنن، اما جمهوری اسلامی همه اینا رو گذاشت کنار به خاطر اینکه اصل داستانی که میخواد و دنبالش امنیت ملیه و پاول دروف اینا رو فهمید و باش مخالفت کرد. اصلا ما موقعی همچین آدمی مواجه هستیم که برای آزادی بیان و عدم فروش اطلاعاتش به حکومت ها مبارزه کرده و از تلخی روزگار هم اینه که در یک کشور غربی در فرانسهی که به هر حال شعار آزادی میده این آدم رو دستگیر کردن. دستگیریش به نوعی میشه گفت با استانداردهای آمریکایی همونطور که گفتید، حالا ایلان ماسک هم یه توییتی کرده، ولی با استانداردهای آمریکایی قطعا نقض آزادی بیان هست. یعنی ما پلتفرم داریم که خب مردم کارایی توش میکنن، سیستم ریپورت هم داره، کار جنایتکارانه که اونجا انجام میشه راه‌های مستقیمی وجود داره یا غیر مستقیمی وجود داره که جلوش گرفته بشه. حتی هم جمهوری اسلامی با وجود اینکه رابطش با تلگرام قطع هست، یک سیستم ارتباطی با اینها داره. ما اینو از اسناد درس پیدا کرده از هک سامانه کمیته فیلترینگ فهمیدیم که اینا میفرستن برای تلگرام که این کانال ها مثلا ضد، مثلا کانال پورن، این کانال ضد حکومت، این کانال فلان. خب تلگرام هم اینا رو بررسی کرد. یعنی سیستم اینو داره که هم پلتفرم آزادی بیانه، هم سیستم اینو داره که مراقب این باشه که در جایی که برای آزادی بیان مسائل جدلی پیش میاد، یعنی مسئله مثلا پدوفیلی که دیگه آزادی بیان نیست، یه جاهایی ما آزادی بیان مرزش اونجاست که بیان ما منجر به نقض حقوق بشر نشه. یعنی جایی که بیان منجر به نقض حقوق بشر میشه، قاعدتا این سیستم ها اونجا مناطق مرزی هست که بحث پیش میاد. خب حالا آیا پاول دروف توی همچین مسائلی دخالت نکرده؟ اینا جزئیات پرونده‌ای که ما باید بفهمیم. از خود پاول دروف فیلمی وجود داره که در هفته های گذشته منتشر شده که مدعیه که دستگاه امنیتی فرانسه میخواسته در داخل با چندین دستگاه امنیتی کشورهای مختلف میخواستن در داخل بخش فنی شرکت نفوذ کنن و مهندسان این شرکت رو ترغیب بکنن که کدهایی رو در اون اپلیکیشن جا بدن که به درد خودشون بخوره. خب به نظر میرسه که فقط مسئله آزادی بیان یا مسائل جدلی مثلا پدوفیلی، مواد مخدر و جنایت های دیگه نیست که این مسئله مطرحه. چیزهای خواسته های غیر عادی دستگاه امنیتی هم مطرح هست، ولی اینکه چقدر در این دستگیری سهیمه، چقدر واقعیت داره، چقدر فقط شایعه هایی که دوله این دستگیری ایجاد شده، این چیزی که الان نمیتونیم راجع بهش دقیق صحبت بکنیم. من لابلای صحبت ها طوری صحبت کردی که آقا که مثلا این تلگرام کلن اپلیکیشن تلگرام در راستای منافع کاربران هست، با حکومت ها همکاری نکرده، نمیدونم نیامده اطلاعات کاربر رو در اختیار حکومت ها بذاره، سیستم های امنیتی از دیشب تا خبرهای زیادی منتشر شده چه فرانسه چه امریکا که میخواستن نفوذ داشته باشن و نفوذ بکنن، ولی خب میدونیم که تلگرام یکی از ناامن‌ترین اپلیکیشن هاست در سالهای گذشته، حداقل در مورد ایرانیان، کاربران ایرانی. خب اسناد مدارک خیلی زیادی بوده که، و یا اینکه صحبت های آف رکوردی که با خیلی از کارشناسان این حوزه داشتم، همه میگفتن آقا بخش عظیمی از هک هایی که شده، کاربران هک شدن، اطلاعاتشون بیرون اومده، از طریق تلگرام بوده. این تناقض چگونه پاسخ میشه داد؟ بله ببینید، این درسته که تلگرام در این مسیر توسعه، جریان توسعه تلگرام رو باش همراه باشی، خب ایرانیان خیلی همراه هم. یعنی از اون روزی که وایبر رو اینا اخلال ایجاد کردن و مهاجرت دست جمعی در سال 1393-94 بود، حالا تاریخش هم الان دقیقا یادم نیست، ولی میشه گشت و پیدا کرد که مردم همه از وایبر اومدن تلگرام. خب در طول 10 سال گذشته فراز و نشیبای زیادی داشته، بخش سگمنت بیشترین کاربرانش هم ایرانی نیستن، ولی به هر حال ایرانیان بیشترین نرم افزاری که استفاده میکنن و بستر روابط داخلی کشور ایران و مردم ایران تلگرامه. مهمترین مسئله ارتباطی ایرانیان از سیستم مخابرات ایران، سیستم خیلی سیستم های ارتباطی داخلی کشور تلگرام الان مهمتر. خب
و ما شاهد این بودیم که این چجوری توسعه پیدا میکنه و واقعا یک سوراخ بزرگ بود، یک پنیر سوئیسی بود. همه اطلاعات کاربران کف توییتر، کف تلگرام بود، به خصوص اون زمانی که جمهوری اسلامی این رو فیلتر کرد و اون تلگرام طلایی و هاتگرام و اینها رو ساخت. اینها نشون میداد که خیلی تسلط دارن روی محتوا. اما روز به روز تلگرام هم که سعی کرد که مثلا کیفیت خدماتش رو بهبود بده. به هر حال اپلیکیشنی هست که جزء به هر 10 تا پیام‌رسان اول دنیا هست، مقدار زیادی نصب داره و فالوور داره. این آروم آروم تعهدش رو برد بالا. الان میشه گفتش که در ببینید من برای کاربران عادی صحبت کنم، نه کاربران خاص، نه فعالین حقوق بشر، نه فعالین سیاسی، نه کسایی که توی خیابون مبارزه میدانی با جمهوری اسلامی میکنن. برای مردم عادی تلگرام وقتی در حالت end to end encrypted قرار میگیره، یعنی دو طرف رمزنگاری میشن، و همینطور واتساپ در حالت عادی، چون واتساپ هم حالت رمزنگاری داره ولی حالت رمزنگاری چیزی اضافه نمیکنه خیلی به طور جدی، اون حالت هایی که پاک میکنه پیام رو خیلی بهتر. این دوتایی که خدمتتون عرض کردم، تلگرام در حالت رمزنگاری شده و واتساپ امن هستن برای استفاده عمومی، اما برای استفاده خاص فعالین، افرادی که شما فرمودید که آفتر رکورد باشون صحبت کردید حتما فعالیت خاصی میکردن و اینها رو نمیشه به طور عمومی گفتش که از این استفاده کن یا از اون استفاده کن، چون جمهوری اسلامی تارگت خاص، هدف خاص رو وقتی هدف قرار میده از هر وسیله استفاده میکنه برای نفوذ به دستگاهش، به اکانت جیمیلش. اینها رو من میذارم کنار، اونها باید دستورالعمل خاص رو رعایت بکنن، از پیام رسان خاص استفاده، کم کمش از سیگنال استفاده بکنن. بنابراین محمد عزیز، بینندگان عزیز، ما اگه امروز از تلگرام یا واتساپ به کاربران ایران رو بترسونیم، گزینه‌شون ایتاه، یعنی جایی که دیگه جمهوری اسلامی همین چیز داره. من کاملا دغدغه های افرادی که در یکی دو روز گذشته اومدن، روز گذشته تو صدای آمریکا با کسی مصاحبه کرد، طرف مقابلی که داشتم صحبت میکردم کاملا برعکس من صحبت کرد و امنیت واتساپ رو زیر سوال برد. عذر میخوام، آقای سمیزاد که کارشناسه، منم بسیار حرف ایشون رو قبول دارم، منتها میخوام بگم که ما در شرایطی هستیم که واتساپ رو نباید بیان با سیگنال مقایسه بکنیم، نباید با یه اپلیکیشن امنی که کاربران توی آمریکا نشستن با دو تا دکمه گوگل پلی دانلود میکنن مقایسه کنیم. گوگل پلی در ایران فیلتره، کاربر ما اگر که از واتساپ بیاد بیرون گزینش ایتا و روبیکاه، جایی که همه چیزش رو جمهوری اسلامی داره. بنابراین من برای کاربر عمومی میخوام بگم که اطمینان داشته باشه که تلگرام امن، چت رمزگاری شده دو طرفش، و واتساپ امنه. اما اگه کار خاص میکنید به گزینه های آلترناتیو فکر کنید. سوال بعدی ما که جواب دادید، لابلای صحبتات خواستم اینم که این رو می‌خواستم مطرح بکنم که الان کاربران ایرانی قاعدتاً باید بترسن، اینا باید بترسن، که خوشبختانه پاسخ دادی. دو تا سوال دارم که خیلی کوتاه اگه جواب بدی، چون اول صبح میدیم هست، یکم صداش اگه پایینه به خاطری که اول صبحش هست، و بدون تردید همسر محترم شیما هم خواب. صبح بخیر به شیما میگم. وقتی که بیدار بشی قاعدتا برنامه رو خواهید دید، که از دلیل هایی که میدی آروم داره صحبت میکنه این که بدون یعنی قاعدتا دیگه ساعت 7 صبح شیما خوابه، الان میخواد شیما رو بیدار نکنه. جان معمول در اتاقم طبق معمول جالب رفته بس ببندم و متاسفانه نگرانم که شیما بیدار بشه. آره منم امیدوارم بیدار نشه، اگه بیدار شد هر چیزی که گفت من گردن نمیگیرم، گردن خود مهدی است. مهدی ایلان ماسک حمایت کرده از یعنی پشت تلگرام ایستاده، فکر میکنی که آیا یک کمپینی توسط کاربران تلگرام ایجاد بشه یا نه؟ فکر میکنی کمپینی شکل بگیره یا نه؟ اینو بگو تا سال آخرمو بپرسم. من فکر کنم کمپینی اگر شکل بگیره از سوی صاحبان پلتفرم شکل میگیره، یعنی صاحبان پلتفرم های دیگه یا همین صاحبان پلتفرم های دیگه، مثل همین ایلان ماسک. ایلان ماسک میاد وارد زمین میشه، زاکربرگ وارد میدان میشه، کسایی که توسعه دهنده یا افراد یا مهندسان شاخص این حوزه و فعالین حقوق بشر، حقوق بشر در زمینه اینترنت وارد این میدان میشن تا این صحنه رو یه مقداری شفاف‌تر بکنن. به نظر من پاول دروف خیلی در
در بازداشت نخواهد بود، خیلی خیلی زود این ماجرا تموم میشه. و از همه مهمتر اینه که ما انتظار داریم که بالاخره منجر به یک تغییر رویه یا یک وحدت رویه‌ای در مقایسه با همه دنیا بشه، یعنی صاحب پلتفرم بدونه که چی کار میتونه بکنه و توسعه دهد. به خصوص این اهمیتش در اینه که الان ما هوش مصنوعی رو داریم که در هوش مصنوعی دیگه کاربران نیستن که محتوای ضد حقوق بشر یا پدوفیلی یا مجرمانه تولید میکنن، خود سیستم و دستگاهی که توسعه دهنده پلتفرم ساخته است که این محتوا رو تولید میکنه. و اینجا مسئولیت داره صاحب پلتفرم، اینه که این پیچیدگی های حقوقی و ما با مسئله حقوقی مواجه هستیم که قبلا به طور جدی وجود نداشته. یعنی هیچ نرم افزار پیام رسانی نبوده که ابعاد تاثیرگذاری در دنیا فراتر از کشورها و ملت‌ها باشه. بنابراین مسائل حقوقی جدیدی پیش اومده، متعاقبش هم چون رویه سابقی وجود نداره احتیاج داریم به کمپین‌های مختلف. مهمترین کسایی هم که تحت تاثیر هستن پلتفرم‌ها و صاحبان پلتفرم‌ها هستن. به نظر میسه اونها چون پول دارم هستن احتمالاً در یکی دو روز آینده کمپین‌های جدی در این باره راه میندازن، در رسانه‌ها جدی‌تر میان و حرفای اونها هم جدی‌تر خواهیم شنید. اینکه یک قوانینی وضع بشه اینا بعید میدونم که بشه همچین کاری که شما مثلا در مورد عکس خبری هم الان دهه هاست که در مورد اینکه چه عکس خبری تعریف میشه چه عکس خبری تعریف نمیشه، خب هم در دادگاه ها هم در دولت ها هم در حکومت ها دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن، جدا از اینکه در صنف های روزنامه نویسی و روزنامه نگاری هم دارن در مورد تعریف عکس خبری. یک عکس خانوادگی هم در صورت وقوع یک اتفاق میتونه عکس خبری باشه، در حالی که اون یا اینکه یک عکس 3 در 4 که واسه یک کارت شناسایی گرفته شده باشه بعد از یک اتفاق عکس خبری میتونه تعریفش، یا اینکه یک اتفاق سبب بشه تعریف اون عکس یا کانسپت اون عکس تعریف عوض بشه یا نه، به هر حال بحثی است که دهه هاست در موردش دارن صحبت میکنن. این موضوع هم نمیدونم که به سرانجام برسه یا نه. سال آخری که ازت دارم خیلی کوتاه میگه پاسخ بدی ممنونت میشم. آقا این بازداشت پاپوش بوده، یک بازی سیاسی به خاطر اینکه مجبورش کردن با سیستم های امنیتی کار بکنه، یا یک جرمی است که بر اساس قوانین فرانسه قابل پیگیری است؟ ترکیب دومی و سومی فکر میکنم، یعنی قطعا جرمی اتفاق افتاده روی کاغذ و به بهانه اون جرم این دستگیری که به نظر میسی اگزاجره شده باشه رخ داده، یعنی برای اون جرم این نوع دستگیری به نظر میرسه زیاده رویه و باید فرانسه و رویهش رو طوری عوض بکنه که وقتی جرمی در بستر یک پلتفرمی انجام میشه از طریق حقوقی با اون پلتفرم پیگیری کنه، نه آدمهایی که در اون پلتفرم مثلا سهامدارش هستن یا حالا هر چیز دیگه. برابر این ترکیبی از عقب موندگی قوانین فرانسه نسبت به فناوری اطلاعات و همینطور فشار برای خود پاولوروف برای همکاری با سیستم‌های قضایی و امنیتی. بازم صبح بخیر میگم به شیمای نازنین و عزیز، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو تو و شیما داشته باشید و روز خیلی خوبی رو شروع بکنید. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن، کسانی که تمایل داشته باشن از طریق پیپال کمک کنن میتونن که داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و اما در پایان ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره، ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روز جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.